که در زمانی که آمدند و در گوادالوپ تصمیم گرفتند که رهبر ایران رو، رهبر واقعی ایران رو سرنگون کنند، همین ایدئولوژی رو داشتن و معتقد به همین موضوع بودن و به همین منوال هم خواهد بود. یا اینکه وقتی که آقای کارتر، البته ما میدونیم وقتی با 5 رهبر یورپین یونین آمدن در گوادالوپ دیدار کردن، پیشنوت ملکه دوزخ انگلیس در دست اونها بود و دستور کار ماها قبل صادر شده بود، ولی مجری که بود آقای کارتر، در اینجا دوباره ما رو که به اون سمت میبره آقای یا خانم بایدن؟ نظر شما چیست؟ این دریدگی ها و این پتیارگی های سیاسی، خب درسته اینها از اون درصد تعلق خاطر مردم و اینی که چقدر یادشون مانده و چی از خاطرش رفته استفاده بسیار زیادی میکنن، چون مردم فراموش کارن کلن در دنیا. و این جمله که دیدگاه پرزیدنت بایدن بیه که تصمیم گیرنده در اینا رهبر هست و این وضعیتی هست یه بوده و امروز و آینده هم به همین منواله، این پیام عجیبی. شما چی میخونید از این پیام؟ اول از همه گذشت از آنچه که در گوادالوپ گذشت با سقوط بهشت و سقوط آنچه که ما شاهدش بودیم، یعنی از نظر آموزش رایگان گرفته تا 19 ماده انقلاب سفید شاه و ملت، و ایران به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای شناخته شده بود. در اون موقع که شیخ نشین های خلیج فارس اصلا خاک بودن، هیچی نبودن، سنگاپور که هیچی، ولی ما در یک عنفوانی بودیم که به دوران طلایی خودمون و به سوی تمدن بزرگ داشتیم گام بر می داشتیم. از طرف دیگه آنچه که آنان آمدند در همان حین انجام دادند، یک پیمان صلح بود بین اسرائیل و مصر و از این به هر کدومش فکر کنم 2 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی کرده بودن که بتونن یک موازنه قدرت که در اون بلوک شرق و بلوک غرب بود رو به طرف خودشون، یعنی اسرائیل و مصر رو و اردن رو به طرف خودشون بیان بکشن. سه، آنچه که بایدن که در 47 سال در از نظر سیاسی در کنار کارتر بوده، در سرای اوباما بوده و غیره، او رو برای می‌سازه که یک آنچه که از نظر به هر حال گلوبالیسم جهانی هست، وقتی که صحبت از گلوبالیسم میشه مثل اینه که چیزش که خوب دهکده گلوبال هستش، مسائلی که روی کار آورده و جهان ارتباطات رو باز کردن، فیسبوک آمده و غیره، ولی درک نمی کنن آنچه که نیومارکسیز، لیبرال دموکرات های افراطی، چین و روسیه آمدن با یک نیرنگ دیگر وارد جریان شدن که همه رو در کنار یکدیگر قرار بدن که همه با هم هستیم ولی با یکدیگر دیگه نیستیم، و ملیگرایی رو و ایرانگرایی رو و سیونیزم رو حتی بیان کمرنگش بکنن. الان ما در دوران پست مدرنیست هستیم، در دوران پست زاینیست هستیم، دولت ائتلافی در حال که شاهدش بودیم دولت وحدت نیست بلکه دولت ائتلافی هست از افرادی که پست زاینیست هستن و ایدولوژی زاینیستی رو حتی به کنار گذاشتن با میانه رویی خودشون، و اینی که حاضرن با دولت بایدن حتی مماشات بکنن حتی درباره برجام دو. بحث ما بحثی هستش که امروز آنچه که از نظر آمریکا اهمیت خاص داره استمرار طلبی هستش از طریق جلادان و از طریق جاهلانی که روی کار بتونن در این یکایک که کشورها بیارن که اون تجربه دیپلماسی رو نداشته باشه. حالا وقتی که به ملایان شما میرسید، آخوندیزم و در کران لومپنیزم شما
میبینید که با زور بازو، زور و زر و تزویر و زن ستیزی به میدان آمدن و یکی هایی که خیزش های مردمی رو سرکوب میکنن و دنیا در سکوت هست، آلرتی هست برای جهانیان. ولی بحث بر اینه که چگونه اینها به این گونه عمل میکنن و چه این استمرار طلبی که دارن رو